هیئت اعزامی از اتحادیه اروپا از حرم امیر علی علیه السلام بازدید کرد. هیئت اروپایی با حضور در شهر مقدس نجف به حرم امیر علی علیه السلام مشرف شدند و ضمن دیدار با برخی از مسئولین آستان مقدس علوی از آثار تاریخی حرم متحر بازدید کردند. این هیئت که متشکل از ژان فوگل فرستاده اتحادیه اروپا در امور تقویت آزادی ادیان و پاتریک سیمونه نماینده اتحادیه اروپا در کشور عراق بود از پروژه های آستان مقدس علوی نیز دیدن کردند و در جریان برخی امور قرار گرفتند جان فوگل متخصص در امور آزادی دینی و اعتقادات طی سخنانی درباره بارگاه متحر علوی گفت این مکان بسیار شگفتانگیز و جذاب است چرا که علاوه بر کشش و جذبه دینی و معنوی جوانه به تاریخی، فرهنگی و میراسی را دربر دارد و تنها متعلق به اسلام نیست بلکه متعلق به تمام بشریت است به افزود این مکان میتواند تمام ادیان و فرق مختلف را در خود جای دهد چرا که برای این امر آماده شده و در آن به روی همه باز است مانند من که یک مسیحی هستم و به این مکان مقدس راه داده شدم فرستاده اتحادیه اروپا با اشاره به فرهنگ همزیستی ها میز افزود این مکان می تواند دلها و عقلها را رشد دهد تا همه در کنار هم و گرداگرد آن جمع شوند چرا که این مکان پدران و اجداد را در بر گرفته و ما در مقابل آنان همچون کودکانی هستیم که با وجود تفاوت باید بتوانیم رفتاری مناسب با یکدیگر داشته باشیم